سرانجام پس از گذشت 105 روز امروز کابینه معرفی شد در میان 25 وزارت دو ریاست مستقل هم معرفی شدند با گفته مسئولان حکومت وحدت ملی سرپرستان تا هنگام گرفتن رای اعتماد نامزد وزیران از سوی مجلس با کارهایشان ادامه خواهند داد نورالحق علومی نامزد وزیر وزارت امور داخله او از طرف رئیس اجرایه معرفی شده است و آموزش های نظامیش را در روسیه و آمریکا به پایان رسانیده است و عضو مجلس نمایندگان بوده است شیر محمد کریمی نامزد وزیر وزارت دفاع ملی آقای کریمی از سوی رئیس جمهور معرفی شده است وی در بریتانیا تحصیل کرده است او پیش از این رئیس ستاد ارتش ملی بود رحمت الله نبیل نامزد رئیس عمومی امنیت ملی آقای نبیل نامزد مستقل است و از دانشگاه کابل در رشته مهندسی فارغ شده است و پیش از این معاونیت شورای امنیت ملی و رئیس اداره محافظت رئیس جمهور کرزی کار کرده است. صلاح الدین ربانی نامزد وزیر وزارت امور خارجه و از سوی رئیس اجرایه معرفی شده است و پیش از این به حیث رئیس شورای عالی صلح کار کرده است. غلام جیلانی پوپل نامزد وزیر مالیه و از سوی رئیس جمهور معرفی شده است و پیش از این به حیث رئیس ارگانهای محل و موین وزارت مالیه کار کرده است. نجیب ایوبی نامزد وزیر امور زنان از سوی رئیس اجرایه معرفی شده است و پیش از این رئیس کلید گروپ و فعال حقوق زن بوده است. آی سلطان نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ و که دکترای ادبیات از ترکیه دارد از سوی رئیس جمهور معرفی شده است خاطر افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی او از سوی رئیس جمهور معرفی شده است فیض محمد عثمانی نامزد وزیر حج و اوقاف و ای از سوی رئیس جمهور معرفی شده است و پیش از این استاد دانشگاه و گرداننده برنامه های اسلامی تلویزیون طلو بود احمد سیر محجور نامزد وزیر وزارت عدلیه وی در فرانسه تحصیل کرده است و رئیس اجرای معرفی شده است محمد گل زلمه یونسی نامزد وزیر وزارت معارف و سوی رئیس اجرای معرفی شده است و پیش از این به حیث سارنوال در لوی سارنوالی کار کرده است محمود سیقل نامزد وزیر انرژی و آب و سوی رئیس اجرای معرفی شده است و پیشینه کار به حیث موین وزارت امور خارجه را دارد و در رشته توسعه بین المللی تحصیل کرده است فیروزالدین فیروز نامزد وزیر صحت آمه و یا سوی رئیس اجرایه معرفی شده است و پیش از این موین وزارت صحت آمه بود. سردار محمد رحیمی نامزد وزیر تجارت و یا سوی رئیس اجرایه معرفی شده است و تا درجه دکترای جغرافیای سیاسی تحصیل کرده است. سردار محمد رحمان اغلی نامزد وزیر اقتصاد و از سوی رئیس اجرایه معرفی شده است و پیش از این عضو مجلس نمایندگان بود. محمد یعقوب حیدری نامزد وزیر وزارت زراعت و آبیاری او از سوی رئیس جمهور معرفی شده است او پیش از این مشاور اقتصادی معاون رئیس جمهور بوده است داوود شاه سبا نامزد وزیر معادن و پترولیم او از سوی رئیس جمهور معرفی شده است پیشتر والی هرات بود فیض الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت و هوانوردی و از سوی رئیس جمهور معرفی شده است و پیش از این عضو مجلس نمایندگان بود شاهزمان میوندی نامزد وزیر شهرسازی او از سوی رئیس جمهور معرفی شده است عباس بسیر نامزد وزیر فواید آمه و از سوی رئیس جمهور معرفی شده است و پیش از این رئیس دفتر محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین بوده است. نصیر دورانی نامزد وزیر انکشاف دهات آقای دورانی از سوی رئیس اجرایه معرفی شده است و پیش از این به حیث موین وزارت معادن کار کرده است. سید حسین عالمی بلخی نامزد وزیر مهاجرین و عودت کنندگان آقای بلخی از سوی رئیس اجرایه معرفی شده است و پیش از این عضو مجلس نمایندگان بود. قمارالدین شینواری نامزد وزیر سرحدات و قبایل وی از سوی رئیس جمهور معرفی شده است. فیض الله کاکر نامزد وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر او از طرف رئیس جمهور معرفی شده است و مشاور رئیس جمهور پیشین و موین وزارت صحت آمه بوده است. ساداد نادری نامزد وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان وی از سوی رئیس جمهور معرفی شده است و پیش از این عضو هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان بود برنا کریمی نامزد وزیر مخابرات و فناوری وی از سوی رئیس اجرایه معرفی شده است و پیش از این به حیث سفیر افغانستان در کانادا کار کرده است و خلیل صدیق نامزد رئیس بانک مرکزی است و از سوی رئیس جمهور معرفی شده است نام نامزدان به مجلس نمایندگان فرستاده شده است و قرار است نمایندگان درباره آنان به زودی تصمیم بگیرند